در مورد بدون ریسک، بی خطر بودن و گارانتی بودن پول در این حساب‌های انویتی، نکته مهمش اینجاست. تا زمانی که اون کمپانی بیمه سر جای خودش هست، پول‌ها در حساب انویتی در این کمپانی بیمه و یا هر کمپانی دیگری که حساب انویتی شما به اون هست، تضمین یا گارانتی است و درسته. ولی سوال مهم و اساسی اینجاست که اگر این کمپانی به اصطلاح اینسالونت یا بانکراپ بشه، در این صورت چه اتفاقی برای پول‌های بازنشستگی شما خواهد افتاد؟ نکته بعدی این که چند نفر از محققین مالی در انگلستان و آمریکا راجع به بانک‌های آمریکا تحقیق کردند و با اطلاعاتی که از وزارت خزانه داری آمریکا گرفتند، گزارشی دادن بیرون و راجع به بانک‌های آمریکا ادعا کردند که تعداد زیادی از بانک‌های آمریکا در وضعیت بسیار بدی از نظر سرمایه‌ای دارند و بدتر از همه اینکه 4 تا بانکی که روش انگشت گذاشتن، اینها بزرگترین بانک‌های آمریکا هستند. از تحلیل‌های سرنوشت ساز تا سودهای زندگی ساز، رشد‌های چند صد درصدی در حساب‌های بازنشستگی، سودهای هزاران درصدی در بازارهای مستغلات، طلا، نقره و کالاها، سودآوری 7000 درصدی در بازارهای مالی، افزایش‌های 25 برابری در کریپتوکارنسی. مجموعه‌های تحقیقاتی جدید ما با احتمال سودهای مشابه و چه بسا بالاتر در ماه‌ها و سال‌های آینده. خرید، فروش و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در مستغلات مسکونی و تجاری و تهیه وام‌های مسکونی، تجاری و وام‌های دولتی FHA و همکاری با وام‌دهندگان مستقیم و ده‌ها بانک در 47 ایالت آمریکا. مدیریت سرمایه‌گذاری برای ایام بازنشستگی در عرصه‌های بکر و ناشناخته با احتمال کسب سودهای چشمگیر و حیرت‌انگیز. همگی با گروه سود و سرمایه به همراه تیم کارشناسی مطلع، مجرب و متعهد به مدیریت دکتر خشایار شجاعتی و رامین وکیلی. 310-881-8080 profitcapitalgroup.com. برنامه تقدیمی پروفیت کپیتال گروپ رو میشنوید شنوندگان عزیز که در زمینه سرویس های مالی کمک رسان شما هستند، چه ریل استیت و چه وام در 47 ایالت و ریل استیت در لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، آریزونا، تگزاس و لاس وگاس. و اما یادآوری میکنم که این برنامه بسیار خوب و آموزنده توسط دو شخصیتی که در این زمینه سالیانی فعالیت میکنن تقدیم حضورتون میشه، آقای رامین وکیلی و آقای دکتر خشایار شجاعتی که در حال حاضر جناب رامین وکیلی رو همراه خودمون داریم. ایشون کارشناس و تحلیلگر بازارهای بهره، مستغلات و وامهای تجاری و مسکونی هستن، سرتیفاید کامرشال ریال استیت ادوایزر و همچنین مشاور سرمایه گذاری در حسابهای بازنشستگی و در بخش سوداوری سرمایه، رشدهای 10 برابری در بازار مستغلات و افزایش‌های 25 برابری در کریپتوکارنسی رو در کانونی مالی خودشون دارن که خیلی مقدم میگم خدمتون بسیار خوش آمدید. با سلام خدمت شما خانم فتحی، خانم نگهبان و شنوندگان اندیشمند و سرمایه گذاران حرفه‌ای و فرصت شناس این برنامه. بسیار ممنون. پیش از هر چیز من یادآوری میکنم لایسنس نامبر رو شنوندگان عزیز 15 539 47 و پیشنهاد میکنم به profitcapitalgroup.com هم مراجعه کنید. خب در خدمتون هستیم برای سوژه انتخابی امروز. با تشکر. در برنامه امروز همینطور که قبلا هم گفتیم میخوام بررسی کنیم محصولات مالی رو که بعضی از دلالان و میرزا بنویسای مالی به عنوان بدون ریسک، بی خطر و گارانتی سر قلاب میزنن که با اون شنگول و منگولای مالی رو سید کنن. و یکی از این موردها با همین مشخصات که امروز می‌خوایم در مورد اون صحبت کنیم انویتی هستش. اما قبل از هر چیز و مثل همیشه تمام صحبت‌های گفته شده در این برنامه جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داره و توصیه به خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در هیچ زمینه‌ای نمیشه. در مورد بدون ریسک، بی خطر بودن و گارانتی بودن پول در این حساب‌های انویتی، نکته مهمش اینجاست. تا زمانی که اون کمپانی بیمه سر جای خودش هست، پول‌ها در حساب انویتی در این کمپانی بیمه و یا هر کمپانی دیگری که حساب انویتی شما به اون هست، تضمین یا گارانتی است و درسته. ولی سوال مهم و اساسی اینجاست که اگر این کمپانی به اصطلاح اینسالونت یا بانکراپ بشه، در این صورت چه اتفاقی برای پول‌های بازنشستگی شما خواهد افتاد؟ اتفاقی که خواهد افتاد این است که در این صورت State Insurance Guarantee Associations وارد عمل میشه و بخشی، تاکید می‌کنم بخشی، از ضررهای حساب بازنشستگی شما که از بین رفته رو به صاحبان این حساب‌های بازنشستگی به اصطلاح برمیگرده. اما اینکه تا چه میزان از ضررهای حساب شما یا به اصطلاح انویتی هولدرها جبران خواهد شد، ایالت به ایالت متفاوت هست. ولی معمولاً این کاوریج بین یه چیود رنج 100 تا 300 هزار دلار
و بعضی از بسیار موارد خیلی کم یک کمی بالاتر هم هست، ولی اکثرش تو همین رنج 100 تا 300 هزار دلار قرار میگیره. بنابراین اگر شما به طور مثال 700 هزار دلار در حساب انویتی دارید، شرکت بیمه یا این کمپانی به اصطلاح بازنشستگی که با اون دارید فینانشال پرابلم پیدا کنه، به مشکل بخوره و به اصطلاح اینسالونت بشه، در این صورت حد اکثر بین 100 تا 300 هزار دلار به شما داده خواهد شد و متاسفانه بقیه پول شما در این حساب به باد خواهد رفت که در این مثال چیزی بین 400 تا 600 هزار دلار میتونید از دست بدید. در این مورد به اصطلاح این در ارتباط با حساب‌های فیکس انویتی و ایندکس انویتی است. در مورد وریبل انویتی در چنین صورت به اصطلاح اگر این مشکل پیدا بشه، تمامی پول‌ها در این حساب رو تماما و مستقیما منتقل می‌کنن به حساب‌های نکیر و منکر که اون دنیا دیگه هر کی از باد بره بگیره. نتیجه اخلاقی این که اولا مطمئن بشید که به اصطلاح اون کمپانی یا شرکتی که حساب انویتی شما با اون هست بالاترین کردیت ریتینگ رو داره. دوم و مطمئن‌تر این هستش که اگر حساب انویتی خودتون با چند شرکت بیمه باز کنید که اگر یکی از اون‌ها دچار مشکل بشه، بقیه پول شما در شرکت‌های بیمه دیگر ام باشه و با این روش ریسک خودتون رو پایین میارید. ما در این مورد بهترین کمپانی انویتی رو چه از بابت کردیت ریتینگ و چه از بابت زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری که بهترین رشد رو در سال‌های آینده خواهند داشت قربال و انتخاب کردیم برای به اصطلاح کلاینت هامون. اما در اینجا دو تا نکته رو فقط باید اضافه کنم. اول اینکه ریسک و خطر واقعی برای تمام تقریبا میتونم بگم تمامی حساب‌های انویتی در جای دیگه خوابیده که به این ریسک و خطرهای بزرگ ما در برنامه بعدی به اصطلاح اشاره خواهیم کرد که نوامبر 9 نوامبر هستش همین ساعت و در همین جا و راه‌های مقابله با این ریسک. نکته دومی که با همون قاطعیتی که در برنامه می 2019 و در همین رادیو گفتم و دلایلش هم تو همون رادیو بررسی کردیم که اکثریت جامعه و حتی جراح مغز از دانشگاه هاروارد هم که باشید سطح زندگیتون در سال‌های آینده پایین خواهد رفت در موج اول تورم اگر تمام درآمد شما از حقوقتون باشه فقط. امروز هم با همون قاطعیت در اکتبر سال 2024 معذرت میخوام توی همین رادیو دارم میگم که اگر تمام سرمایه‌تون برای دوران بازنشستگی معذرم در انویتی فقط باشه، در نتیجه به دلایلی که در برنامه بعدی به اون اشاره میکنم، متاسفانه دوران بازنشستگی شما در بهترین حالت یک بازنشستگی سینه‌خیزی تبدیل خواهد شد و چیزی به قولم به غیر از این در این صورت فقط باید تو دوران بازنشستگی باید مقایسه کنید بازنشستگی خودتون رو و این منظورم بازنشستگی سینه‌خیزی رو با تعدیق ماکارونی ببینید کدومش بهتر و سودآورتره. اما از انویتی بیایم به سراغ بازار بهره و مستغلات. در ارتباط با به اصطلاح بهره، ما در برنامه ماه جون و قبل از به اصطلاح دیبیت اول ریاست جمهوری و در مقایسه سیاست اقتصادی هر دو کاندیدا گفتیم که سیاست های ترامپ تورمی تر خواهد بود و به همین خاطر بهره باند 10 ساله و به موازات اون به اصطلاح بهره وام خانه های مسکونی هم بالاتر میره. ممنونم. در همین رابطه و در برنامه ماه آگست گفتیم که اگر بانک مرکزی در این شرایط بهره رو به اصطلاح در ملاقات ماه سپتامبر پایین بیاره، بهره باند 10 ساله و بهره وام خانه هم بالا میره. تو این دو تا مورد از زمانی که بهره بانک مرکزی یا فد ریت 0.5% پایین اومده در ماه سپتامبر تا امروز باند 10 ساله از 3.65 رسیده به 4.24، یعنی نزدیک 60 بیسس پوینت بالا رفته و در مورد املاک بهره املاک مسکونی هم بوده 0.5% بالا رفته. علت افزایش به اصطلاح علت اصلی این افزایش برمیگرده دقیقاً به دو علتی که ما قبلا و اون هشدار دادیم، یعنی پایین بردن بهره توسط بانک مرکزی و ترامپ که عملاً باند مارکت داره میگه که ترامپ برنده خواهد شد در انتخابات. در پرانتز اینم بگم که از تحلیل و به اصطلاح اینجا صحبت از تحلیل و تفسیر اقتصادی است، نه آرزوی سیاسی و اینکه هیچ کدوم از این کاندیدای شخصی من نیستن که بخوام طرف بگیرم. اینو فقط در پرانتز گفتم که دوستان بدونن. نتیجه اخلاقی در این بخش این که همیشه و به خصوص در این شرایط بسیار متلاطم در بازار بهره مطمئن باشید با کسی دارید کار میکنید که تحلیلگر بازار بهره است که با این روش بتونه پایین ترین بهره رو با شرایط کاملا تحلیلی و تحقیقی برای شما شکار کنه، در مقابل روش‌های شیر خطی که معمولا میرزا بنویسا و دلالان وام از اون استفاده میکنن. دوم، همکاری ما با لیجنز کپیتال به عنوان دایرکت لندر است که در 47 ایالت آمریکا کار میکنن و زمانی که شما یا ایجنت شما پری اپرووالی که با یه مؤسسه با این مشخصات رو در دست ره، خود همین باعث خواهد شد و کمک میکنه که به اصطلاح آفر شما خیلی راحت‌تر قبول بشه تا در مقایسه با کسانی که بروکر هستن. و بالاخره این که ما در لیجنز کپیتال برای وامای شما علاوه بر اینکه با دسترسی به پولهایی که در خود این لندر است برای وام دادن دسترسی داریم با بهترین بانک‌ها و لندرها در 47 ایالت آمریکا برای شکار بهترین سودها
نمونه بهتون بدم، توی همین هفته گذشته با یک وام بدون مدارک مالیاتی، فقط با یه فرم یک تک برگه بهش میگن VOE، یعنی تایید کارفرما، بهره‌ای که براشون گرفتیم 6.875 بود با 20% داون پیمنت. وام دیگه در تگزاس بود که به صورت اینوستمنت بود، نه خونه اصلی، 7.25 بود. همه اینها بدون کاست بود. در ارتباط با املاک تجاری هم اینه بگم که ما دو تا نتورک بسیار قوی داریم، یکی در بخش خریداری یا اینوستور که اون اکثر اونها یا دارن کش پایر هستن یا 50% داون پیمنت میذارن که وام اونها به راحتی انجام خواهد. و اگه شما فروشنده هر نوع ملک تجاری هستید، از رنج حدود 1.1 تا 30 میلیون دلار ما میتونیم این نوع به اصطلاح تو اگه قبل از که به ساینه بیارید به بازار با ما تماس بگیرید، چون میتونیم براشون به اصطلاح اینوستورای بسیار خریدارای بسیار خوبی را داشته باشیم و کار شما به راحتی انجام بشه. دومی که در بخش دسترسی به موردهای کاملا خوب و بکت با داشتن یک شبکه وسیع در لس آنجلس، اورنج کانتی، ریورساید، سان دیگو، شهر فینیکس، لاس وگاس و دالاس به اصطلاح تگزاس، میتونیم بهترین موردها رو چه در بخشای مختلف کامرشال ریل استیت و چه املاک مسکونی و پری فورکلوزر که به بازار نیومدن و اینا اکثرشون و فقط به صورت آف مارکت و به صورت کش فروخته میشن، منظورم پری فورکلوزر رو دارم میگم، که بیشتر برای فیکسر هستن و با پروفیت رنج بسیار بالا نشون کردیم و برای در اختیار به اصطلاح کلاینتامون میذاریم. از جمله شاپینگ سنتری که نزدیک فرودگاه هست با کپ ریت بالای 7%، شاپینگ سنتر دیگری است در لس آنجلس 20 شاپ داره، 2 ایکر زمینه و به اصطلاح حدود کپ ریت 6% داره، یا مورد مشخصی که در رنچو پارک هست برای فیکسر که قیمت الان 1,590,000 هست، برآورد میشه حدود 250,000 دلار برای بازسازی این خونه هست و برآورد قیمت فروش پس از بازسازی حدود 2,300,000 دلار برآورد شده از طرف تیم ما و خود من، که حدود یعنی 400,000 دلار سود در این مورد هست. و موردهای خوب دیگه به عنوان سینگل تننت حساب میشن که با تریپل ان نت هستن، یعنی شما هیچ مخارجی نمیدید، نه تکس، نه مالیات، هیچ گونه حساب نمیدی و نه مینتیننس، و کپ ریت 5% میگیرید که مستاجرین این املاک اکثر کمپانی مثل استارباکس، مکدونالد، تاکو بل و این گونه تننت ها هستن بسیار قوی به اصطلاح، مثلا با لیس های طولانی 10 یا 15 ساله، که برای تمام اطلاعات بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید که در اختیارتون خواهیم گذاشت. بسیار ممنون. شماره پروفیت کپیتال گروپ آقای رامین وکیلی و آقای دکتر خشایر شجاعتی، شماره 310-881-8080 با وبسایت profitcapitalgroup.com که میتونید مراجعه کنید و از فعالیت‌هاشون اطلاعات بیشتری کسب بکنید. The following program has been sponsored by Mehrzad Paimani at DPR Realty in Scottsdale, Arizona. Helen and Helena Homovans at United Real Estate, Dallas, Texas. Omid Abazari at Keller Williams, Beverly Hills. ما در حال حاضر آقای دکتر خشایر شجاعتی رو در برنامه داریم. ایشون مدیر بخش تحقیقاتی پروفیت کپیتال گروپ هستن، همچنین همکاری میکنن با هج فاند منیجر های بزرگ و سرشناس در بخش تحقیقاتی و سرمایه گذاری و مدیر سرمایه گذاری بودن در بزرگترین بانک های سرمایه گذاری در آمریکا و بین الملل که مدیریت بیش از 600 میلیون دلار رو بر عهده داشتن و بالاخره در بخش سودآوری سرمایه رشدهای چشمگیر 1000% و 7000% در بازار سهام رو در کارنامه مالی خودشون دارن. خیر مقدم میگم خدمت شما جناب دکتر خشایر شجاعتی، در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم، امیدوارم حال همتون خوب باشه و شنوندگانتون. عرض کنم با حضورتون زمانی که طلا اونس 250 دلار بود و نقره اونس 3 دلار بود، من اولین و تنها کسی بودم که میگفتم اگر سرمایه گذاری بسیار سودآور میخواید و بدون سر سوزنی ریسک میتونید دارید سراغ اینها که هر کس رفته تا به حال 1100% رشد کرده. یعنی اگر اون زمان که میگفتم هر کدوم رو خریده بود فرضاً 100,000 دلار پول گذاشته بود، الان به 1,100,000 دلار تبدیل شده بود. این از این بابت میگم که این روزا تلفن های خیلی زیادی به من میشه از دوستانی که اون برنامه ها رو دیده بودن و شنیدن توی تلویزیون و توی رادیو و میگن چقدر پشیمونیم و کاش نکرده بودیم، کاش خریده بودیم، کاش گوش کرده بودیم. منتهی مراتب دیگه اون داستان تموم شده و حسرت خوردنش هم به جایی نمیرسه. این از این بابت میگم که الان یه موردی پیش روی ماست و اونم این که اقتصاد آمریکا داره به طرف
رکود تورمی یا استگفلیشن میره. و مطابق اون چیزی که در دهه 70 و اوایل دهه 80 در رکود تورمی اتفاق افتاد، کمپانی های معینی سودهای خیلی خوبی به بار میارن و ما مجموعی از بهترین کمپانی هایی رو که در اون شرایط میتونن سودآور باشن انتخاب کردیم. به اینها حداقل 500% و تحت شرایطی و به احتمال خیلی بالا 80% تا 1000% هم میتونن سودآور بشن. امیدوارم دوستانی که اون بار سر طلا و نقره گوش نکردن و الان حسرت میخورن به این نکته توجه کنن اگر مایلن که سرمایه‌گذاری خیلی خیلی خوب و بسیار سودآوری در حد 1000% داشته باشن رو با ما تماس بگیرن. نکته بعدی این که چند نفر از محققین مالی در انگلستان و آمریکا راجع به بانک‌های آمریکا تحقیق کردند و با اطلاعاتی که از وزارت خزانه داری آمریکا گرفتند گزارشی دادن بیرون و راجع به بانک‌های آمریکا ادعا کردند که تعداد زیادی از بانک‌های آمریکا در وضعیت بسیار بدی از نظر سرمایه‌ای دارند و بدتر از همه اینکه 4 بانکی که روش انگشت گذاشتن اینها بزرگترین بانک‌های آمریکا هستند. یکی بانک جی پی مورگان چیس، یکی بانک آف امریکا، یکی ویلز فارگو، میکم سیتی بانک. و اگر یه بحران جدی مثل سال 2008 پیش بیاد، احتمالش هستن کم نیست با وضعیتی که داریم میبینیم توی بازار و توی دنیا، اون وقت ممکن است که یه دفعه این بانک ها تصمیم بگیرن که مقداری که سپرده های بانکی رو FDIC تضمین میکنه که قبلا خاطرتون باشه 100,000 دلار بود تو بحران 2008 که مردم هجوم بردن پولاشون رو بکشن بیرون برای اینکه بانک‌ها ورشکست نشن، FDIC این ضمانت‌ها تا 25,000 دلار بود بالا. ولی اگر یه اتفاق بیفته به احتمال زیاد مجددا برمیگردونن، حداقل کمتر نکنن، ولی دیگه میکنن 100,000 دلار. بنابراین اگر کسانی پولی بیشتر از این دارن، بهتر است که در هر بانکی بیشتر از 100,000 دلار نگه ندارن. نکته بعدی راجع به بیت کوین می‌خواستم اشاره کنم که فکر کنم کم کم دیگه کارکشنش تموم شده و ذره ذره باید منتظر باشید که قیمتش افزایش پیدا کنه. تعدادی دیگری سوال کردن که این چند تا کمپانی که به اسم مگنیفیسنت 7 معروف شدن، حتی کمپانی معروفی که سهامشون از اول سال تا حالا به شدت رشد کرده، که ما نمیتونیم تو هفتاش سرمایه‌گذاری کنیم، چه کار باید بکنیم اگه بخوایم سراغ اینها بریم؟ یک ETFی هست، Exchange Traded Fund هست با سیمبل MAGS. این تو هفتای اینها سرمایه‌گذاری میکنه، با خرید این ETF کسی بخواد میتونه در اون هفتا اگر مایل باشه سرمایه‌گذاری کنه. آخرین نکته سر بیت کوین اینو بگم که پاره از دوستان میگن ما بلد نیستیم، سخته، نمیدونیم با چطوری خرید و اطلاعاتش نداریم که باید چه کار بکنیم. یکی از بهترین کارهایی که افراد میتونن بکنن، یک کمپانی هست به اسم مایکرو استراتژی کورپوریشن. این کارش این است که بسا در کار خرید و فروش بیت کوین هست، یعنی نه اینکه میخره و همه طور نگه میداره، نه، دائم میخره تا قیمت رفت بالا، میفروشه قیمت پایین، دو دفعه میخره و از اول سال تا حالا قیمت بیت کوین خودش 60% رفته بالا ولی سهام این کمپانی 271% رفته بالا. اسم این کمپانی هست مایکرو استراتژی و سیمبولش هست MSTR. اگر کسانی مایل باشن در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنن و راهش رو بلد نیستن، از این میتونن استفاده کنن و سود خیلی خیلی بیشتر از خود بیت کوین داشته باشن. صحبت من تموم شد. ممنون و متشکرم. خواهش میکنم، سپاسگزار شما هستیم و ما شماره پروفیت کپیتال گروپ رو خدمتتون عرض میکنم. شنوندگان عزیز 310-881-80-80 آقای رامین وکیلی، آقای دکتر خشایار شجاعتی. دکتر شجاعتی سپاسگزار و اما جناب رامین وکیلی در حسن ختام برنامه در خدمتتون هستیم. من فقط در ارتباط با املاک تجاری اینو بگم که ما بیشتر از خود یک سال است که تو این رادیو و وبینارهای مختلفی که داشتیم صحبت کردم که بهترین فرصت ها و بسیار فرصت بکر ولی محدود در املاک تجاری است. ای کسی که میخواد در بخش املاک بیاد، مثل آپارتمان بیلدینگ 5 واحد به بالا رو منظورم، نه که زیر 5 واحد، شاپینگ سنتر، سینگل تننت و مدیکال بیلدینگ، اگر که بتونید زیر اگرش هم 100 تا خط تاکید میذارم، موردهای درست زیر درستم 100 تا خط تاکید دیگه که در این بازار قربال کنید و انتخاب کنید و سودهایی که در چند سال آینده در این زمینه
به دستتون میاد اصلا مقایسه با املاک مسکونی نیست، چون به دلایلی که حالا احتمالاً برنامه دیگه بگم قبلا هم بهش اشاره کردم، در املاک مسکونی احتمالاً با یک درجه زدن چند ساله 3 4 5 ساله بستگی به شهری که اونجاست و چقدر بالا رفته قیمتا مواجه خواهیم شد، شاید هم یک کلکشن کوچیکی بگیریم. در ارتباط با اصلا آپارتمان، خود آپارتمان رو دارم میگم، کاندو بسیار الان به نظر من ریسکی است و به عنوان اینوستمنت اصلا نه هیچ وقت نباید نگاه میکردید، الانم نباید نگاه کنید، به خاطری که در بعضی از اینا تو قسمت HOA مشکلات بسیار جدی به وجود اومده که خیلی از بانک ها دیگه یا وام نمیدن یا اگه بخوام وام بدن با بهره بالاتر وام میدن یا که دام پیمنت بسیار بالاتری رو باید به اصطلاح داشته باشید برای که اون به اصطلاح واحدتون کامپلکس بخرید. در این تمام موارد در دو هفته دیگه در همین ساعت صحبت میکنیم و با تشکر از همگی شما و شما خانم فتی. خواهش میکنم، سپاسگزارم و ممنون. شماره پرافیت کپیتال گروپ شنوندگان عزیز، آقای رامین وکیلی، آقای دکتر خشایر شجاعتی، 310-881-8080 با وبسایت profitcapitalgroup.com در دو هفته آینده با شنبه دیگری ساعت 12:30 در خدمت پرافیت کپیتال گروپ هستیم و پیشنهاد میکنم که به ما بپیوندید. با سپاس فراوان از کارگردان فنی برنامه خانم زهره نگه. از تحلیل های سرنوشت ساز تا سود های زندگی ساز، رشد های چند صد درصدی در حساب های بازنشستگی، سود های هزاران درصدی در بازارهای مستغلات طلا، نقره و کالاها، سوداوری 7000 درصدی در بازارهای مالی، افزایش های 25 برابری در کریپتوکارنسی. مجموعه های تحقیقاتی جدید ما با احتمال سودهای مشابه و چه بسا بالاتر در ماها و سالهای آینده. خرید، فروش و سرمایه گذاری های هوشمندانه در مستغلات مسکونی و تجاری و تهیه وام‌های مسکونی، تجاری و وام‌های دولتی FHA و همکاری با وام‌دهندگان مستقیم و ده‌ها بانک در 47 ایالت آمریکا. مدیریت سرمایه‌گذاری برای ایام بازنشستگی در عرصه‌های بکر و ناشناخته با احتمال کسب سودهای چشمگیر و حیرت‌انگیز. همگی با گروه سود و سرمایه به همراه تیم کارشناسی مطلع، مجرب و متعهد به مدیریت دکتر خشایر شجاعتی و رامین وکیلی. 310-881-8080 profitcapitalgroup.com